و بعد میبینیم که حضرت عثمان بار دیگه رضی الله عنه هم بار دیگه با توطئه‌ای که دشمنان اسلام کردن شهید میشوند. حضرت علی داریم رضی الله عنه که بار دیگر شهید میشود. حضرت علی و حضرت معاویه و حضرت عمرو بن العاص به عنوان محورهای شر در اون زمان معرفی شدند و حضرت علی ترور شدند. ببخشید اینجا مطلب رو داشته باشیم، برای که من نمیخوام این ابهامی که تو ذهن من هست کهنه بشه. البته من مطلب رو بینندگان عزیز گوش زد بشم و اون همین که موضوع برنامه ما احادیث ساختگی و علل آن. احادیث ساختگی و علل آن شما بینندگان مطالبی که ارائه میفرمایید حول این موضوع باشه. اما سوالی که استاد برای من پیش اومده و اون هم این که شما فرمودین که دین اسلام بعد از این که با دو امپراتور ایران و روم اونها به اونها حمله کرد، آیا دین اسلام قصد جنگ با اونها داشت، قصد شکست دادن این قدرت ها را داشت؟ برای که این ابهام من نمیخوام باقی بمونه. بله، نکنید جهاد در اسلام اهداف بسیار مهمی داره، نه فقط مسئله به حساب تصرف و به زیر سلطه خود در آوردن هست، بلکه هدف از جهاد آزاد نگه داشتن مردم در حق انتخاب فکر و رأی خودشون هست. بله. بندگی خدا کردن، حالا بخواد بنده خدا باشد یا بنده غیر خدا، اما اسلام بهش این آزادی را میده که آزاد زندگی کند. برمیگردیم به این موضوعی که خودمون داریم، نگاه کنید در این اسلوب هایی که به کار میبردن در شهادت این بزرگان، حتی حضرت حسین حسن وقتی میخواستن شهیدش کنند، حضرت حسین که شهید شد و بعد به همین صورت تا در طول تاریخ اسلام نگاه میکنیم، بسیاری از بزرگان دین، از حکام و فرمانروان همه در بر اساس این توطئه ترور شدن. اما تاکتیکا فرق کرد. نگاه کن در زمان حضرت عمر رضی الله عنه به عنوان کسی که حاکم بود و تونست که این دو امپراتوری رو از بین ببره، توسط یک شخص مجوسی شهید میشود. حضرت عثمان الان نگاه کنید تاکتیک عوض میکنن. حضرت عثمان رضی الله عنه به عنوان خلیفه مسلمین اونو متهم میکنن که حکومتش فاسده و از خط شیخین ابوبکر عمر منحرف شده. در پشت اون کسانی که میان حمله میکنن به حضرت عثمان رضی الله عنه افرادی بودن که کاملا مشکوک هستند. حضرت علی رضی الله عنه کسی که اونو میکشه، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، میخواست با زن ازدواج کنه. این زن مهری خودش رو خون حضرت علی قرار میده. این زن وقتی در روایت تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که از خاندان یزدگرد هست. بله. از خاندان یزدگرد هست که مهریه خودش رو میگه خون علی میخوام. و عبدالرحمن ابن ملجم حضرت علی را به شهادت میرسونه. حضرت حسن میخوان شهیدش کنن، موفق نمیشن. حضرت حسین هم شهید شد. به همین در طول تاریخ این یک محور، این یک جبهه‌ای بود که باز شد. درست. قبل از جبهه دومی، جبهه دومی جبهه بسیار خطرناکی است و این جبهه، جبهه ایجاد یعنی مبارزه فرهنگی، ایجاد شک و شبهه، ایجاد تفرقه، به وجود آوردن افکار و مذاهب گوناگون برای مبارزه با اسلام. نتونستن لحاظ نظامی با اسلام بیستن، یه شکست خورده بودن. حالا موقع این بود که در مقابل اسلام با اسلوب‌های دیگه بیستن. بله. البته شکر در کلامتون می‌بخشیم، من فرمایشتون رو ختم می‌کنم. و اون هم این که دین اسلام اصلا قصد قدرت نمایی سیاسی نداشت یا قصد قدرت نظامی نمایی نظامی داشته باشه. مثلا فرضاً بعد از اینکه روم فتح میشه، ما می‌بینیم که نمیان عرب‌ها رو بر مثلا مسئول رومیان قرار بدن و حکام باشه. ایران خودمون هم همینطور، نمیان مثلا عرب‌ها بیان و حکم ایران رو به دست بگیرن. خیر، مثلا و میان خود ایرانیان رو بر خود ایران قرار میدن و این هم دلیل برای این که اسلام نمیخواست قدرت نمایی بکنه. ببخشید می‌فرمایید. بله. اهداف این جبهه دوم خیلی اهداف خطرناکی بود. اولین هدفش رشد، توقف این رشد سریع اسلامی بود. خیلی سریع میخواستن که این حرکت اسلامی را مهار کنند، کنترل کنند. دوم، منحرف کردن فکر اسلامی از اون مساری که داشت. این بسیار مهم هست که این هدف بسیار سنگینی بود، منحرف کردن فکر اسلامی از مسار صحیح خود، مشغول کردن مسلمانان به امور داخلی. به جای اینکه مسلمان ها دائم در حرکت باشند، در دعوت باشند، در تبلیغ دین به دیگران باشند، اونها رو مشغول به امور داخلی خودشون کنند. در راستای این اهداف ما ببینیم که از وسایل گوناگون استفاده میکنند. اولا ساختن احادیث دروغین بود و نسبت دادن اون به رسول الله علیه الصلاه و السلام بود و دور کردن مردم از قرآن بود.
به وجود آوردن افکار و مذاهب گوناگون بود، ترجمه کتاب‌های یونانی، کتاب‌های فلسفه و منطق و وارد کردن اون با تمام اصطلاحاتش در اسلام، و از جمله این وسائل فهم‌های نادرست و غلط از قرآن و ادعای اینکه قرآن ظاهر و باطن دارد، از این اسلوب‌ها با این راه‌های گوناگون وارد شدن برای ضربه زدن به اسلام و کنترل کردن بسا یا کند کردن این حرکت اسلامی. بله. آیا احساس میکنید که این قضایا، این جبهه برنامه ریزی شده بود، منظم و برنامه ریزی شده انجام میگرفت؟ بله کاملا اینا برنامه ریزی شده بود. حالا بر اساس برنامه بود. نمیخواد عبدالله بن سبا یهودی وقتی که شروع کرد بر علیه حضرت عثمان صحبت کردن و شوراندن مردم، نامه ها نوشتن، دار دسته عبدالله بن سبا خیلی مرتب این کارها رو کردن، نامه هایی که می نوشتن به اسم حضرت عثمان و تهمت هایی که حضرت عثمان نسبت داده می شد، اینا خودشون برنامه ریزیشون کامل درست کامل بود. یک برنامه ریزی درست کرده بودن که می خواستن بر علیه خلافت اسلامی حرکت کنند. نگاه کنید، ما در مسئله ساختن احادیث دروغ و نسبت دادن اون به رسول الله علیه السلام، نگاه کنید اینها خیلی زیرکانه وارد شدن. قرآن می دونستن که قرآن در سینا حفظ هست و نوشته شده و نمی تونن با قرآن مبارزه کنند. قرآن خداوند وعده دادن که ما اونو حفظ خواهیم کرد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. برخلاف کتاب‌های قبل، تورات و انجیل، می‌بینیم که خداوند می‌فرماید که ما حفظ تورات و انجیل به علمای یهود و نصارا واگذار کردیم. در سوره مائده هست که انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. از اون خواسته شد که کتاب خدا را حفظ کنند. مسئولیت حفظ کتاب خدا به عهده اونها بود. اما قرآن خدا فرمود که انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. دیگه نتونستند با قرآن در بیفتند، اومدند از باب دیگر وارد شدند و اون باب احادیث بود، باب احادیث رسول الله علیه السلام. چون احادیث به شکل رسمی تدوین نشده بود، نوشته نشده بود، از این باب وارد شدن. ببخشید، علت عدم تدوین احادیث؟ بله. نگون اگه علت تدوین احادیث رسول الله علیه السلام، ما اگه این صحبت مکمل کنم بونو خواهم بفرمایید، برای اینکه من نمیخواستم، فکر کردم که بله. مطلب اینجا قطع شد. بله، اینجا بود که علما ناچار به دفاع شدند وقتی بله. که احادیث وارد شد، احادیث دروغ به رسول الله علیه السلام نسبت داده شد، الان علما موضع دفاعی گرفتند. قبلا موضع دعوت دادن و هجومی بود، الان علما مجبور شدند که دفاع کنند از احادیث رسول الله، دفاع کنند از دین، از اون چیزی که وارد دین شده و نبوده. در چه سالی تقریبا تخمین میزنید این حادثه بله. اتفاق افتاد که مرد خود امت اسلام و دانشمندان اسلامی دیگه تقریبا از دعوت متوقف شدند و مشغول پاسخگویی به شبهات شدند؟ بله، نگاه کنید بعد از سال 40 اون به عنوان ابتدای ساخته شدن احادیث ذکر کردن. بله. علما سال 40، یعنی بعد از اون خلافت راشده. بله. بعد از اون مشکلاتی بین حضرت علی و حضرت معاویه رضی الله عنهم پیش اومد. بله. نگاه کن الان حرکت اسلامی کند شد دیگه. بله. دعوت اسلامی کند می شود. وقتی ما نگاه می کنیم به در مکتبه اسلامی، در کتابخانه اسلامی، می‌بینیم که چقدر کتاب احادیث نوشته شده. چقدر شروع احادیث ما داریم. کتاب‌هایی که در جرح و تعدیل نوشته شده، در اسمای راویان نوشته شده، مصطلح حدیث، انواع احادیث اومدن چیز کردن. اینجا بود که اینها مردم را از قرآن دور کردن، به احادیث ضعیفه، احادیثی که موضوع هست، به فضائل احادیثی که درست کرده بودن، فضائل سوره ها، فضائل اعمال، اینها مردم مشغول کردن، از قرآن دور کردن، از فکر قرآنی، از اون یسر و آسانی که در فکر قرآنی است دور کردن. نکن زیرا که دین خیلی آسان هست. بله. سهل هست. بله. اما این چیزی که خدا پیامبر فرموده آسان است. وقتی که بشر میاد چیزی میخواد وارد کنه، اینجاست که دچار مشکلات میشود. بله. اما در مقابل وقتی در کتابخانه اسلام نگاه میکنیم، میبینیم که کتابهای تفسیر ما کمتر داریم، به خاطر اینکه جل اهتمام علما متوجه حفظ حدیث شد. چون قرآن دیگه محفوظ بود، قرآن خداوند حفظ کرده بودن، اما اینجا بود که علما اینجا وظیفه‌شون بود که حدیث رو حفظ کنن. این خاطر که ببینیم بیشتر وقت علما، جهد علما، زحمت علما متوجه احادیث شد. خب تا این وعده‌ای که خدا داده بود در مورد رسول الله هم حفظ شود. بله.
خب حالا در مورد این ساختن احادیث بود، در مورد وارد کردن، حالا ما حتی این به خاطر خیلی خلاصه بگیم که وارد کردن کتاب های فلسفه و منطق و فکر یونانی به اسلام، متاسفانه این هم از اهدافی بود که برنامه ریزی کرده بودند. متاسفانه مأمون بود که دار ترجمه را به حساب تأسیس کرد، در مقابل اون کتابی که نمیشه میشد به اون طلا داده میشد. با کتاب هایی که ترجمه میشد متاسفانه، امین ببخشید، با تمام اون اصطلاحات غربی یعنی یونانی خودش به اسلام وارد شد، تمام اصطلاحات فلسفه منطق بدون اینکه برگردانده شود به اصطلاحات قرآنی، به اصطلاحات احادیث، به فکر اسلامی، همون گونه وارد شد. و میبینید که چه مصیبتی بر عالم اسلامی وارد شد. از یک طرف احادیث ضعیفه و موضوعه، از یک طرف فکر فلسفی و منطقی که هیچ خدمتی به جامعه بشریت نکرده بود و بشریت سرگردان بودند، اگر خدمتی کرده بودند که تونسته بودند که بشریت نجات بدن که ضرورتی نبود که خداوند پیامبرانو بفرسته. این فکرها وارد شد اون و غالب متاسفانه در ابتدای تأسیس دارالترجمه این که بیشتر یا همه مترجمین غیر مسلمان بودند. غیر مسلمان بودند در ابتدای کار و تمام اصطلاحات فلسفه منطق یونانی همون گونه که بود وارد اسلام شد. و نگاه کنید که چگونه اون صفا و زیبایی و آسانی قرآن رو اینکه مقدر کردن. تأکید بر فرمایشات یکی از علمای نیشابور، فکر کنم شهرستانی باشه، میگه ابتدا هم در فلسفه چنان غلو کرده بود، حالا اگر اسمش درست گفته باشم، چون قطعا بالاخره می اومدن توجیه میکردن خدا هست و خدا نیست و خدا بالا هست و خدا پایینه و خدا صفات خدا و بازی با الفاظ، تلاعب با الفاظ، چنان یعنی واقعا از یک چیز اولویات دین فراموش کرده بودند و مونده بودند به یک سری ظاهر الفاظ. آخر عمرش زمانی که میگه بر بالین وفات قرار گرفته بود، از خدا تمنا دارم که مانند یکی از پیرزنهای نیشابور من از دنیا برم، یعنی دیگه خسته شده بود از این تلاعب و الفاظ و بازی کردن با الفاظ، و اینم یکی از زیانهای فلسفه متاسفانه. و در حقیقت وقتی نگاه میکنیم اون مذاهب مختلف فکری که در جامعه اسلامی وجود آوردن با این افکاری که وارد کردن، نگاه کنید فکر مرجعه، حالا ما اینا توجه نمیخواد بدیم، قدریه و اون مجسمه، مشبهه، معتزله، نگاه کنید همه اینها زائیده این فکر فلسفی و منطقی یونانی بود که وارد اسلام شد. بحث های جدلی عقیم که هیچ چیزی به جامعه اسلام، به فکر اسلامی نیافتاد، بلکه برعکس فکر اسلامی را به عقب برگردوند تا اون زمانی که دیگه رسیدیم به عصر جمود فکر اسلامی متاسفانه، که دیگه اصلا فکر اسلامی جمود پیدا کرد با این افکاری. شما نگاه میکنید که این مذاهب فلسفی و منطقی حتی در تفسیر قرآن میبینید، در اصول فقه، در بحث جدلی، در اسما و صفات خداوند، در هر چیزی وارد کردن. و اون صفا و صمیمیت، اون یسری که در کلمه توحید بود، شما در کلمه توحید به عنوان مثال، من میگم از بحثمون خارج نشیم، بله. لا اله الا الله، خداوند اونو به عنوان یک کلمه بسیار ساده و آسانی قرار داده، قابل فهم برای همه انسان‌ها، که وسیله اون خداوند اقامه حجت برای انسان‌ها کرده که وارد اسلام میشود. اما میبینیم که شما در فلسفه و منطق وقتی میگه اولین چیزی که یک انسانی مخواد مسلمان بشه باید دلیل بیاره که خدا هست، اصلا فطرتا انسان خداپرست هست. پیامبران هیچ کدام نگفتن که خدا هست، همه میدونستن، اقوامشون میدونستن خدا هست. دقیقا. اما اینا نگاه کنید چگونه در این مسائل وارد شدن، سرگردان شدن، مردم را سرگردان کردن. همونگونه که خداوند در سوره انعام هست یا مائده میفرمان که قل یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ای اهل کتاب، غلو نکنید در دینتون بناحق، از هوا و هوس و افکار نادرست اون امتهایی که قبل از شما بودند گمراه شدند، دیگران رو هم گمراه کردند، پیروی نکنید. این گونه شد در فکر اسلامی وارد شد. متاسفانه از یک طرف احادیث ضعیفه، از یک طرف اون انقلاب هایی که به وجود آوردند، قیام ها و شورش هایی که در جامعه اسلامی وجود آوردند، و از طرف دیگر هم که این مذاهب فکری گوناگون. ببینید که الان ما تخیل کنیم چه وضعیتی داشت جامعه اسلامی بعد از اون عصر طلایی اسلام در زمان خلفای راشدین، به خصوص حضرت عمر و همچنین قرنهایی که بعد، سالهای بعد. بله، من تصورم اینه که اصلا مسئله معروفی میگه از ماست که بر ماست، این افکار
وارد شده افکار اشتباه و به هر صورت یا این احادیث دروغین و این فرقه ها مذاهبی که در دین متاسفانه پیش اومد، من فکر می‌کنم یک